20 میلیون آدم میرن برای زیارت، اما قریب ترین کس تو این 20 میلیون نفر امام زمانه. یعنی مردم همه پا میشن برای حسین سال 61 این همه مسیر رو میرن، ولی هیچ که حواسش نیست حسین الان ما آواره و ترد شده و تنها و یگانه و مستره. از توی این 20 میلیون کمتر کسی توجه میکنه به اینکه یه آقایی وایستاده الان توی کربلایی داره میگه هل من ناصر یسول. 1170 سال آوارگی، 1180 سال آوارگی. همه برای اون حسین گذشته خوششون میاد گریه کنن و راه برن و هزینه کنن و پول بدن، شام و نهار و حلیم و چی و فلان اینا، ولی برای این حسین هیچی حاضر نیست هیچ کاری بکنه. ولی خب یه سوالم باید کرد، این یه ذره خطرناک، این که اگه دل من برای امام زمان نمیسوزه، اشکم براش نمیاد، اگه دغدغه حضرت نمیاد تو دلم، اگه اون هر روز داره میگه هل من ناصر ینصرونی و من جوابشو نمیدم، چرا من چمه؟ من چی کار کردم با خودم که انقدر قسی القلب شدم که میتونم حضرت رو ول کنم، میتونم استادش بیخیال باشم؟ چی کار کردم با خودم؟ ما تعجب میکنیم از مردم اون زمان، میگیم این تا شب عاشورا با امام حسین بوده ول کرده رفته. و خودمونم که همینجوری، الان ما همین الان خودمون همینجوری هستیم. اونا پشتون رفتن تو تاریکی تا امام حسین گفت. و ما الان چجوری از زندگی همون؟ ما هم همینجوری هستیم، ما هم ول کردیم رفتیم حکم دامال مسئله مشکلات خودش. نیست این آقا، وجود نداره، حلم ناصر یسولی نمیگه، آواره نیست، میتونیم انکارش کنیم؟ این دیگه رفت توی مسائل اجتماعی و نظام و سیاست و این چیزا هم نداره. کسی بگه حالا من مثلا با نظام مشکل داشتم، قرآن میگه ان تقوموا لله مثنا و فرادا، هر کدومتون تنهایی یا دو نفره قیام کنید و برای امام زمانتون، بی توجه به هیچ کس و هیچ چیز دیگه. تو زندگیتون یه بخشیش امام زمان باشه، امام زمان تو یه بخشی از زندگی شما حضور داشته باشه، در یه بخشی از اقتصاد خانوادتون، عاطفه خانوادتون، دلتون، عشقتون، تفریحتون، نمیدونم استعدادتون، ذهنتون، قلمتون، هنرتون، یه سهمش هدیه کنید به حضرت. اگه ما دست به دست هم بدیم، امام فرمود چی؟ من دو تا چیز میخوام تا ظهور کنم، یکی دوست، یکی منو به من وفادار باشید. وفادار مثل وفای اصحاب عاشورا پاکار بودن، این پاکار حضرت بودن و هیچی به حضرت ترجیح ندادن. یکی همدل باشید، کمک هم بکنید.